به دانشگاه غزنی می رویم. یک روز پس از آن که گواه بی پیشینه ترین انفجار در افغانستان بود. پنج ساختمانی که پنج دانشکده را در خود جا داده است. اینجا داخل محوطه دانشگاه غزنی است و دانشگاه غزنی فقط همین یک دروازه ورودی داره که محصلین پس از چک و کنترل و بازرسی از همین دروازه داخل محیط دانشگاه می شوند. تا پیش از انفجار مسئولیت بازرسی کسانی که در اینجا وارد می شدند را کارمندان ملکی دانشگاه به دوش داشتند. ساختمانی که انفجار در آن رخ داده است، دورترین ساختمان از دروازه است و ریاست دانشگاه هم در همین ساختمان بوده است. اینجا ساختمان دانشکده ادبیات فارسی دری دانشگاه غزنی است و اینجا همان صنفی است که دیروز مواد انفجاری از قبل جاسوسی شده در شهی صنف منفجر شد که بر اثر انفجار دیروز در داخل همین صنف 23 تن از دانشجویان که در داخل سن مصروف آموزش بودند در داخل سن زخم داشتند. مسئولان امنیتی هم همزمان با ما به این دانشگاه آمدند. هرچند مسئولیت این رویداد را گروه داعش به دوش گرفته، اما مقام‌های محلی هنوز باور نمی کنند. ما مطمئن نیستیم که واقعا این کار داعش بوده یا طالب بوده. به هر ترتیب بر ما هر دو گروه تروریستی که شما متهم هستند، این بار اول نیست که تهاجم میکنه سر مراکز علمی، سر مراکز عبادتگاه ها، مساجد. امکانات تلاش و کوشش خود به خرج میتیم مشترکاً با مناسب امنیه نیروهای امنیتی که دیگه هست انشاءالله که بتانیم در آینده از این تلاش ها جلوگیری شود. این انفجار بر روان دانشجویان، استادان و خانواده هایشان تأثیر بسیاری گذاشته است. شماری از دانشجویان میگویند استادان حالا با دلگرمی ثابت به صنف نمی آیند. واقعا انفجار رو که دیدم خیلی تاثیرناک بود، واقعا تاثیرناک بود. انفجار رو واقعا برای مسئله خود چی نیست. ما مسئله سن برای از اولاد دور آمدن، برای در خواندن آمدن، برای جنگ نمادن که برای مثال جنگ کنیم یا برای نمادن خواهد. میر بزنگ دستین حضور داشتیم که حضور همسین بای ما کمرنگ بود. حتی استادا علاقه بایی نداشت، بای ما درست بیدی آمو علاقه با درست نداشتی. در یک ماه گذشته سه بار زنگ خطر امنیتی در دوروبر این دانشگاه به صدا درآمد، اما نیروهای امنیتی تدابیرشان را بهتر نکردند. نزدیک به سه هفته پیش در جاده منتهی به دانشگاه موتر دانشجویان هدف ماین چسبکی قرار گرفت و پس از آن دو بار ماین کارگزاری شده، یکی در نزدیکی دروازه دانشگاه کشف و خونسا شد، دومی هم به موتر یکی از کارمندان دانشگاه نصب شده بود. اما هنوز دانشجویان برای جستن دانش با تمام تهدیدها به دانشگاه می روند.